د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم هغه راپور په کلکه رد کړی چې ګواکې له 2000 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته کډوال سوي. دغه وزارت زیاته کړې چې د شوروي اشغال څخه وروسته له افغانستانه په دومره زیاته کچه افغانان هیڅ کله نه دي کډوال سوي، او د افغانستان په تیر 40 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې په ډیری چټکۍ سره په تیرو 3 کلونو کې 3.5 میلیونه افغانان بیرته هیواد ته راستنه سوي دي. یاد وزارت دغه راز ویلي، ځینې ادارې د دې لپاره چې د نړیوالو تمویل کوونکو توجه جلب کړي د افغانستان پاره ناسم معلومات خپروي، او دغه کړنه په مستقیم ډول پر افغانانو منفي اغیزه کوي. سلامونه، وخت مو په خیر ده. د نن خبره د نن شپې په نن خبره کې پر همدې مهم او اساسي موضوع به دوه قدرمن میلمانه هر یو ښاغلی هارون صدیق صاحب سیاسي شنونکی، او بل قدرمن میلمه مو د سیاسي او نظامی چارو شنونکی ښاغلی نثار احمد شیرزی. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښاغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی شیرزی، تاسو ته ښاغلاست وایم. دا چې کډوالي یوه نړیواله ستونزه ده، تاسو دمګړی دا بهیر په ټوله کې څنګه ارزوئ؟ لطفی صاحب سلام و درود خدمت شما، میمان برنامه، همکارای تکنیکی شما، ملت رنجزیدی افغانستان. ببین، قسمی که در گزارش یاد شد از آی او ایم و نگفته نمانه، اداره کمیساری های پناهندگی سازمان ملل یو این اچ سی آر که این دو سازمان بسیار در بخش مهاجرین فعالیت میکنن. من میخوایم در مورد ازی، چون من سالهای زیادی به مسابه فعال حقوق مهاجرین مبارزه کردیم در هند، برای مهاجرین هند و کشورهای دیگه کمی معلومات بتوام. یقینا ای که این دو سازمان بر بنیاد منافع خودشان به خاطر گرفتن پولهایی که به نام مهاجرین است اینا فعالیت میکنند. این دو سازمان، هم آی او ام و هم اداره یو ان اچ سی آر، هیچگاه برای مهاجرین در چوکات قوانین قبول شده مهاجرت که در پیش بینی شده در قوانین بین المللی خدمت نمی کنند. من خودم شاهد هستم که این سازمان ها به خاطر گرفتن معاشات بسیار گزاف و داشتن دفاتر لوکس و امتیاز گرفتن از نام مهاجرین، امتیازهای شخصی برای خود می گیرند، فعالیت می کنند نه برای مهاجرین. از طرف دیگر مهاجرت با تحولاتی که از 4.5 دهه در افغانستان به وقوع پیوست، واقعا یک مسئله بسیار بزرگ است، یک مشکلات عادی است برای مردم افغانستان، و مردم افغانستان هم بر بنیاد همو قوانین مهاجرت اینا هجرت کردند، بر کشورهای دیگر پناهنده شدند. همایت گاهی برای اینا یک سهولت های فراهم نشد در هر جا، بخصوص در ایران، پاکستان، حتی مایی که در هند هستیم، یک تعداد مهاجرین در هند هستیم. سال هاست به از طرف اینمی ادارات آی او ایم و کمیساری ایالی پناهندگی یونیسیار روی بی تفاوت میشه با ما، و حقوق مهاجرین پرداخته نمیشه. همواره اونمو اطلاعات غلط، اطلاعات کاذب در مورد مهاجرین به خاطر گرفتن پولار اینا نشر میکنن. هم از طرف دیگه شرایط داخل افغانستان قسمی آمد که مردم مجبور شد، هم چون مردم افغانستان مسلمان هستند، به اساس هم احکام اسلامی هم هجرت کردن، پیغمبر خدا هجرت کرد، باید راهی هجرت شد به خاطر زنده ماندن. از طرف در چوکات قانون مدنی اگر بگیریم، اداره مهاجرت، قوانین بین المللی مهاجرت هم وجود داره. بالاخره امتیازات میته برای مهاجرین، روی از روی امتیازات و ملحوظات باید اینا براین، برای زنده ماندن بر آمدن. هوا دیدیم که در ایران، در پاکستان، در کشورهای متعدد مهاجرین ما با مشکلات زیاد مواجه شد. هم حکومت های قبلی و هم حال آنچنان کار را که باید برای مهاجرین بکنن ندر گذشته کدام خدمتی کردن، که من خودم در دوره جمهوریت برای مهاجرینی که در هند هستن، در ایران و پاکستان بودن، و خصوص در شرایط قرنطین بود، موضوع کرونا بود، همه جا بسته بود در این کشورها به شمول اندونزیا، نیپال، ترکیه، ما خودم تماس گرفتیم با مو
حکام زمان جمهوریت در پارلمان در سنا که آواز مره میشنون از این فعالیت های همش در اینترنت هست، اما هیچ گاه توجه به مهاجر و توجه به اتباع افغانستان در بیرون از افغانستان نشد. حتی من بارها پیشنهاد کردم که در امروز زمان جمهوریت نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل است، میتونن از اون طریق کار کنن برای نجات مهاجرینی که هر جا گیر ماندن، هر جا با اینا روی خشن میشه، هیچ گاهی توجه نشد. و حال میبینیم که افغانستان مشکلات متعدد داره و از این مشکلات متعدد ما کشورهای همسایه ما به خصوص ایران و پاکستان همواره مهاجرین از سپر دسایس استخباراتی و سیاسی خود ساخته که به خاطر اهداف استخباراتی همواره مهاجرین بیر طرف هم دی موضوعات. محترم صدیق صاحب شرق لاست هستم، شرق لاست وایم. آیا گاونډي هیوادونو د افغان کډوالو سره د اصولو اړوند چلند کړی که نه دی کړی؟ ولې نه کوي چلند؟ انساني حقوق ته ولې نه ژمن کیږي په ټوله کې؟ لومړی ایران او پاکستان. بسم الله لا یدر ما اسمه شیء فی الارض ولا فی السما وهو السمیع العلیم الصلاه والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه اجمعین. د هر څه نه مخکې تاسو ته لیدونکو ته او درنه میلمه ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بعد له سلام نه تاسو باید ویم چې دا خو ښکاره خبره ده چې ګاونډیان افغانستان ته ښې نیت نه لري او مونږ تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې چې دونه صدمه یا ضربه لیدلې دی همدغه د ګاونډیانو د لاس نه دي، ځکه چې هغوی غواړي چې خپل ځان بساینه وکړي او خپل ځان د نړیوال په معیارونو ته ورسوي او افغانستان همداسې تلپاتې رستو پاتې شي او همیشه د پاکستان او د ایران نه مرسته وغواړي او د هغې دغه شي، یعنی د هغې احتیاج او محتاج شي. د ای او ایم دا کوم خبر چې خپور کړی دی یا انټرنیشنل اورګنایزیشن فار امیګریشن، دوی رښتیا هم خپل کار صرف نمایشي او د دغه په اساس باندې چې ځان وښیي خلکو ته یا افغانانو ته چې مونږ داسې کار کوو چې مهاجرینو ته یا کډوالو ته مونږ مرسته کوو، اما متاسفانه مونږ په تیر څلوېښت کلن تاریخ کې چې افغانستان په دغه مشکلاتو کې اخته دی او خلک کډوال کیږي، هغه څه چې رښتیا هم دوی چې کوم خبرونه خپور کوي چې مونږ دونه مرسته کوو په پاکستان کې هم مهاجرینو ته نه رسېدلی، یا بې دې غلط خپوروي یا پاکستان او ایران دغه پیسې ځان ته اخلي او اسې یو دغه کوي چې مونږ کډواله ته دونه مرسته وکړل. نو دوی که چیرې رښتیا هم مهاجرینو ته مرسته کوي نو دوی کولی شي چې خپله مستقیما اوس مثلا په مهاجرین یا کډوال چې په پاکستان کې په کمپونو کې اوسېدو یا نور په ښارونو کې اوسېدو، دوی هم همداسې داسې ژوند کول چې خپله څه ګتل او همغه خوړل، نور داسې د نړیوال د طرف نه یا د ای او ایم د طرف نه څه مرسته ورته نه کېدل، صرف داسې یو واکسین کېدل یا نور داسې عادي مرسته ورته کېدل، هغه مرسته چې رښتیا هم چې یو ژوند دغه شي ورسره بسیا شي یا یو ژوند ورسره هغه استاندرد او معیار ته ورسیږي چې د احتیاجات او محتاجات نه خلاص شي، داسې نه وو. او اوس چې دی دا خپرولی چې تقریبا 8 میلیون انسانان د افغانستان نه د 2020 کال تر اوسه پورې وتلی، دا هم یو پروپاګاندا ده چې ځکه چې اوس دوی رښتیا هم که چیرې مونږ تاسو دا نهادونه یونیسیار وي یا ای او ایم وي یا نور یونیسف وي، دغه نهادونه یو شکل په اشکال هغه د امریکې او د د انګلیس او د نور هغه غربي او کفري هیوادونه چې هغوی نه غواړي په اسلامي ملکونو کې امن او امان راشي، هغوی نه غواړي چې په اسلامي ملکونو کې هغه نظام تأمین شي چې هغه د شریعت د پوینټ آف ویو نه وي،
نو هغوی داسې پروپاګندا کوي چې خلک نور هم په لوړه کچه دومره غټ پروپاګند ویل د 2006 کال راهیسې اته میلیونه افغانان له افغانستان اوتی دي. د عامه خلکو اسخان خرابول، له هم کډوالۍ ته نور افغانان تشویقول، اصلا دا سازمانونه د څه په لټه کې دي، څه غواړي؟ که وګورو اوسنی حکومت وایي چې د شوروي اشغال څخه وروسته له افغانستانه په دومره زیاته کچه افغانان هیڅکله کډوال شوي دي. اصلا څه غواړي دا سازمانونه؟ دا سازمانونه خو مخکې ما څرنګه چې تاسو ما ویلې دا تقریبا 40 کالو کې چې دوی افغانستان ته راغلي وو د امپراتور یا د امریکې د دغه نه د خپله د قدرت نه او د امریکې د چې امریکې د دې سیستم دغه کول رهبري کول، دوی غوښتل چې افغانستان داسې یو هیواد جوړ کړي چې د دې لکه غلامانو په دغه باندې لکه څرنګه چې پاکستان جوړ کړی یا نور هیوادونه چې هلته کې دغه اوسیږي د هغې قوانین او مقررات او ټول پالیسیګانې د امریکې په خوښه باندې چلیږي، د امریکې مثلا کوم د جیوپولیټیک په اساس باندې د هغې نه استفاده کوي. نو امریکې هم دا غوښتل چې افغانستان ته داسې یو شرایط، او افغانستان ولس الحمدلله په دې تیر 40 کالو افغانستان ته ماتې ورکړه او امریکې د افغانستان نه ووتل. اوس دې هماغه مغرضانه اهداف چې افغانستان ته لري دوی غواړي د یو شکل په اشکال په دغه نهادونه باندې اعمال و نفوس وکړي او هغه څه خپرونه خپور کړي چې د خلکو اذهان دغه کې مشوش کړي. خپرونه جریان کې شیرزی صاحب، د کډوالۍ نړیوال سازمان ولې له پاکستان، ایران څخه د افغان کډوالو پر وړاندې د روان جبر پوښتنه نه کوي؟ که رښتیا هم د دې سره د کډوالو غم وي؟ ببینین، ایران و پاکستان همواره پولای زیادی را به دست میاره به خاطر همین مهاجرینی که در اونجا زندگی میکنن. به نام خاک پولی یک پولای انگفت را برای این کشورها میته. در کنارش تعداد مهاجرینی که اونجا زندگی میکنن به خاطر حقوق از این مهاجرین هم اونجا به گزارشات میتن، مثلا به خاطر موضوعات صحتشان، تعلیمشان، کمک هایی که برای مردم باید برای مهاجرین برسه، پولای زیاد میگیره. این پولای زیاد از طریق کارمندای محلی ایران و پاکستان میرزه به دولت پاکستان، بنابراین منفعت بسیار زیاد داره که برای خودشان میرسه و در این زمان هرگاهی که بخواه ایران و پاکستان کدام برنامه خود بالای افغانستان تطبیق کنه، اگر یک فشار داد مهاجرین، مثل که ما سالها دیدیم با او فشار دادن مهاجرین، مجبور میشه که دولتی که در افغانستان اگر دولت جمهوریت بود یا فعلی، اینا مجبور میشن که یک تمکین کنن. بنان ما همواره گفتیم ایران و پاکستان از مهاجرین حقوق انسانی و اسلامی و حقوق بشری را که باید مراعات کنه چنین نمیکنن. فقط از مهاجرین عالی دست ساختن به خاطر تطبیق اهداف سیاسی و استخباراتی خود. اینا مهاجرین منبع عاید پولی ساختن، پولای زیاد میگیرن. هر زمانی که بخواهن یک پولی را از ملل متحد یا از ادارات مهاجرت بگیرن، یک فشار مهاجر میتن. به عین زمان و اهدافی که دارن اگر مهاجر فشار داد، بنان اینا به خاطر منافع خود یا اهداف خود مهاجرین مسکینی که در اونجا رفتن بنابرم قوانین بشری مهاجرت کرد، اینا را عالی دست ساختن. اما مشکل اساسی چی است؟ مشکل اساسی است که حکمای دیروز امروز شرایط در افغانستان مساعد نساخته. ما یک موضوع را فراموش نکنین، اگر IOM 8 میلیون ارقام داده، شما این را دقت کنین که کی عامل از این مهاجرت ها بود. چرا نخبه های افغانستان، تحصیل کرده های افغانستان، بهترین نظامی های افغانستان، تا وکیل های پارلمان با فامیل هایش، هر آن کسی که اگر فعال مدنی بود، هر شکل اگر میشد در این وطن خدمت کنه، پیش از فرار خود یا همزمان با فرار خود امریکا از افغانستان، چرا به نام برنامه تخلیه به صدها هزار شهروند افغانستان از افغانستان انتقال داد؟ آیا این شاملی از این 8 میلیون نمیشه؟ آیا در این خیانت خود هم یاد میکنن این قدرت های بزرگ؟ برای چه اگر همی نخبه ها در افغانستان می بود، همینا را زمینه رفتنشان مساعد نمیکرد، زمینه فرار یا بود که وقتی که اینا را فرار داد به نام برنامه تخلیه، اگر رج و مرج در افغانستان انداخت، بله. خب
اگر اینا جانشان در خطر است، دیگر نظامی ها هم دیدن که ممکن برای ما هم خطر شود. خودش یک ایجاد خوف و ایراد ساخت انداختن در بین مردم که مردم مجبور شوند افغانستان را ترک کنند. نخبه های افغانستان از افغانستان فرار دادند، قصدن یک سبوتاش کردن افغانستان هم. و میبینیم در سه سال هم که فقط نشرات از اینا، اخبار از اینا کاملا و همین سازمان هایی که به نام حقوق بشر است، اینا کاملا بر بنیاد اهداف استخباراتی قدرت های بزرگ عمل میکنن. در سه سال که اینا میبینن، خب دقیق اگر 8 میلیون نباشه، اگر قامی است که مردم با اساس اون خوف ایراسه که اینا انداختن، مردم برآمد، اکثرا زیاد مردم به ایرانی با سفر کردن، مهاجرت کردن، اما اونجا هم زندگی مهاجری نمیبینن. هیچگاه کار اساسی، کار بنیادی برای مهاجرین نکردن، فقط از ادبای افغانستان اینا ابزار سیاسی و استخباراتی ساختن به خاطر بدست آوردن مقاصد خود. ما میبینیم که در ایران چیار از بالای مردم بود. بهترین جنرال های ما رفته اونجا کار شاقه میکنن. اگر زمینه مساعد شد و اگر شرایط آماده شود، اگر در افغانستان افکار سیاسی از او احترام شود، وظیفه که برای بیت المال انجام داده بود، او برای جمهوریت و برای اشرف غنی و اینا کار نکرده بود، یک جنرال، یک افسر، یک مامور، او برای بیت المال کار کرده بود، او برای افغانستان کار کرده بود. اگر من بفهمم که توهین نمیشم، مورد پیگیری قرار نمیگیرم، هرگز خوش نیست که در ایران کار شاقه کنه، چرا کار با عزت و با آبرو در یک اداره نشه. بله، بیرتر از زمان دیو سایل بندی با هم باز کو شغل شیرزی صدیق صاحب محترم، اصلا ولی یو افغان کډوال سی د هیواد یو تعلیم یافته کشر، د هیواد قدرونه ولی کډوالۍ ته مخه کوي؟ ولی په دې څو لسیزو کې افغانان د کډوالۍ سره مخ دي او د کډوالۍ ستونزه نه حل کیږي؟ شیرین صاحب هم خپلو خبرو کې اشاره وکړله، او معلومه خبره ده چې نړیوال د عامه خلکو اسهان خرابوي او کډوالۍ ته مجبوره کوي. څه کول پکار دي؟ څنګه باید د کډوالۍ مخه ونیسو؟ او ولې افغانان کډوال کیږي؟ امارات اسلامی افغانستان چې کله قدرت ته ورسېدل، دوی د یو پالیسي په اساس خپل اعلان وکړل چې مونږ عفو عمومي اعلان کړی. نو دغه عفو عمومي په دغه معنا لري چې عفو دی، نو هر څو هر چا چې هر څه کړی دی هغه عفو ټول خلک معاف شول. نو دغه که چېره هڅول کېږي یا د بهرني د طرف نه، یا د دننه د حزبو د طرف نه، یا خپله خلک خپله مثلا د خپله د ضمیر په اساس باندې هڅول کیږي کتولی ته، نو دا خپله انسانان یا افغانان دا خپله یو دغه نه لري، خپله یو وجدان، یو حیثیت، یو باور، یو خپله د ملک لپاره دغه نه لري چې څرنګه زه خپل ملک پرېږدم کتوال شوم. نو ګوره، هر چا خپله دلته ډیر هغه د لوړ رتبه چارواکي د جمهوریت د وخت نه اوس هم دلته کابل کې اوسیږي، که جنرال وي، که مثلا که سیاسي احزاب و همدلته اوسیږي. هلته خو طالبان یا امارات اسلامي خو تر اوسه څه نه دی ویلي ورته. او هم فلحال اوس مثلا که چیرې دوی ته هڅول کیږي، د افغانان خپله داسې یو خاصیت یو دغه لري چې څرنګه ورته یو موقع مساعد شي چې دی بهار ته لاړ شي، دا داسې فکر کوي چې بهار به مونږ ته داسې یو زمینه مساعدوي چې دوی ته ډالر ورکړي، دوی ته زمینه د کار ورکړي. خو دوی څرنګه چې داسې ویلې اوس ایران ته یا نور ملکونو ته تللی دی شاقه کارونه کوي، نو په شاقه کار کې خو دې نه ښه ده چې دننه خپل ملک پاتې شي، نن نه سبا ورځې، خو سیاسي که شاقه کار هم وکړي مشکل نشته، خدمت خو به وي وطن ته، وطن ته خدمت خو به وي، وطن ته خو به خدمت وکړي. نو نن نه سبا اوس امارات اسلامی افغانستان هم خپله د پالیسی په اساس باندې، ځکه چې دا درې کاله کېږي چې واک ته رسېدلی دی، کېدای شي دوی 15 کاله پس، 10 کاله پس، 40 کاله پس نور زمینه نور افغانانو ته مساعده کړي چې هغوی بیرته راشي په خپل کارونه کې بخشي، کار اهل کار ته وسپارل شي، د سیاسي د ملحوظاتو په اساس باندې، ځکه چې یو سیاسي قدرت ته چې یو دغه رسیږي، نو هغوی خامخا خپله ځینې ستونزې لري، ځکه چې په هر چا باندې باور او داد نشي کولی چې هغوی دلته راشي او ورسره په ګډه باندې یو همشمول او دغه حکومت ورسره جوړ کړي، ځکه چې کیدای شي نور ستونزې، خپل منځي ستونزې پیدا شي، یا د خپل د هغه محرمیت د راز دغې د افشا کولو لپاره، د نورو د ستونزې د ایجادولو لپاره دوی کیدای شي څه محدودیتونه ولري. نور زه دغه د اساسو د تریبیون د لاره نه افغانانو ته او ټول
لیدونکو ته دا ویل غواړم چې دوی خپل ملک سره ازلولګي مین سي خپل ملک او خپل داسې فکر وکړي چې دغه زما خپل هیواد دی، دا زه خپل دلته پاتې کیږم، که وژل کیږم هم دلته وژل کیږم، او که جوړوم زه جوړوم، او که زه څه عمل د دې ملک عمل زیم، زه خپله د دې ملک عمل یم، څرنګه چې عمل د جوړولو او د بربادولو عمل زیم، که چیرې زه جوړوم هم زه جوړوم، او که بربادوم هم زه بربادوم، که زه کډوال کیږم ملک بربادیږي، او که زه جوړوم زه خپله دلته پاتې کیږم او جوړوم. د سیاست په دغه باندې چې ما مخکې ویلی چې امارات اسلامي خو خپله دغه اعلان کړل او نور هم دلته شته د سیاسیون، او هغې ته تر اوسه څه ستونزه خو نه ده رسېدلې. زه هیله من یم چې افغانان په دې باندې لږ سوچ وکړي او فکر وکړي او خپل ملک خپل آباد کړي. ډېره مننه کوم شیر زیز صاحب. په پاکستان کې افغانان ته بیلابیلې شکنجې ورکول، ذهني شکنجې، ظلم وهل ټکول په څه معنی؟ او په ایران کې تیر څو میاشتو کې د شلو افغانانو اعدام ویل کېږي ترسره سوی دی. څه باید وسي؟ د بشر غوښتونکي چیرته دي او ولې ګونګ دي؟ لطیفې صاحبې، شعارهای حقوق بشر و نهادهای به نام حقوق بشر که فعالیت دارند، حتی برای حقوق مهاجری، اینا فقط نامشان حقوق بشر است. عملشان خلاف حقوق بشر و در خدمت استخبارات ها. اما اجازه بدین یک حرف با تاکید کنم. ببینید، پیشتر از فرمان عفو اعلان شد، صحبت شد، بهتری بود که به جای فرمان عفو، همین که عفو اعلان میشه معنای عزیز که کسی گناه کرده ما بخشیدم. مردم افغانستان گناهکار نبود، حکامش گناهکار بود، اونا فرار کردن. به نظر من نباید فرمان عفو اعلان میشد و بزرگ نمایی میشد، اعلان عظیم میشد. خب اینا خب همه چه مسائل معلوم بود که میان، باید قبل از قبل اعلامیه صادر میشد که تمام نیروها قوت های افغانستان در جای خود باشند. مثل که ما دیدیم کودت های وفت سو بود یا پنجاودوی داود خان، نیروهای نظامی، مسئولین ملکی همشان در جای خود ماند. خب در سطوح بلند تغییرات آمد، باید اعلان میشد که هیچ کس از جای خود شور نخوره، همه در وطن خود باشد، در وظایف خود باشد. نیروی کاری از اینا ضرورت است. همین اعلان فرمان عفو خودش یک ایجاد ترس کرد که مردم فکر کرد که والله ما گناهکار هستیم، به نظر طالب ها که بیا راه فرار بگیریم. از طرف دیگه من پیشتر گفتم برنامه تخلیه امریکا خودش یک عرج و مرج و یک بهانه داد، ذهنیت های مردم مقشوش ساخت. اما ایران پاکستان فقط در طول تاریخ، یه حرف تازه نیست، در طول حداقل 45 سال که در اینجا در این دو کشور ما مهاجرین داریم، با مهاجرین ما روی خشن کردن، اعدام های متعدد هم در پاکستان بوده هم در ایران بوده. مردم افغانستان چون یک رهبر دلسوز نداشته. من حتی ما قصه هایی داریم، اعدام کردن یک طرف، در هند مردم سر خود پترول انداخت، خودکشی کرد، حتی اجازه نداد، اینمی دفتر کمیساری های عالی پناهندگی و IOM اجازه نداد که اینمی ما در رسانه ها نشر کنیم. یگانه کس ما بودم که همین موضوع را که مردم اینجا خودکشی میکنه بر رسانه ها من نشر کردم، حتی برای ما اخطار آمد، برای ما حرفای شد، تهدید شدم. من ببین، وقتی که ما رهبر نداریم که بعد اقل از اعدام ما، از خودکشی ما رسانه ای شود، کسی نیست از ما خواست کنه. بنان ایران پاکستان اران کاری که خواست داشت میکنه، به خاطر که افغان ها یک سر، یک لیدر، یک بازسازگر نداره. خبر اخبارواجی پا جنبانی که بیرت تاست رازم شیرزی صاحب، صدیق صاحب پدیر لندی که برای تو ایز سکول پکار دی هر افغان ته چې د خپل هیواد د جوړولو فکر وکړي، او هغه افغانان چې بهر کې دي راسه خپل هیواد په ګډه آباد کړي. لاهم په لنډ کې یو دقیقه، دا ډېر مهم دی چې هر افغان دا احساس وکړي چې زه افغان یم او د دې ملک بچیان یم، او دا زما مسؤلیت دی چې زه خپل ملک خپل آباد کړم. تر څو چې دا احساس هغه پیدا ونه کړي، موږ خو ما مخکې ویلی چې دا پروپاګنډا د شرق او د غرب د طرف نه، د ګاونډیانو د سیمې د طرف نه کیږي، او دغه د سیالي دغه نه کیږي چې دوی سیالي لري افغانستان سره، او دا غواړي چې افغانستان همداسې یو مصرفي ملک پاتې شي، او دوی پروپاګنډا کوي چې ودرې خلک څرنګه وهڅول شي دې لپاره چې کډوالۍ ته لاړ شي، او یا به همدلته افغانستان یا خپل ملک کې ژوند وکړي، او هغه داسې یو ژوند وکړي چې دا احساس ونه لري
چې زه خپل یو افغان یم او د افغان په صفت زه مسولیت لرم چې خپل ملک زه آباد کړم. او نور صاحب د مخکې چې همدغه د عفو موضوع اعلان شو، وګوره عفو هغه چا ته عفو کیږي چې هغه جرم کړی. چا چې جرم نه وي کړی هغه ولې ویریږي؟ ما خپله تیر شل کاله په همدې ملک کې وم، اوس هم په همدې ملک کې یم، ما جرم نه دی کړی، زه ولې ویریږم؟ او هغه څوک دریږي، هغه څوک یریږي چې هغه جرم کړی؟ عفو هغه چا ته اعلان شو چې هغوی غاصبان وو، هغوی قاتلان وو، هغوی غلو وو، د هغې ته عفو اعلان شو. د ملت په سرنوشت باندې لوبه کړې، فرصتونه او ټول دغه شل کالو کې هیڅ هم ونه کړل او ټول مشکلات اوس ستونزې موږ ته پاتې شو. ښاغلی صدیق صاحب محترم، او ښاغلی شیرزی په لنډو کې به راته وایاست په کات یو دقیقه کې حاکي اولیت باید اوسنی حکومت په خپلو چارو کې څه ته ورکړي ترڅو لا هم د کډوالۍ مخه ونیول سي؟ که څه هم اوسنی حکومت وایي چې د کډوالۍ مخه تر ډېر نیول سوې ده، لا هم باید څه وکړي؟ فقط په لنډ یوه دقیقه کې ببینید، طالبا اگر حال افکار سیاسی مردم احترام کنن کار کردشه، که من پیشتر گفتم مردم اگر در دوره جمهوریت جنرال بود، مدیر بود، مامور بود، حرمتش کنه، چون بر افغانستان کار کرده بود، برای بنیاد عقده‌های شخصی یا عقده‌گشایی افکار سیاسی برخورد نشه. در افغانستان اگر افکار سیاسی مردم احترام شوه، کارکردش احترام شوه، فرهنگش احترام شوه، زبانش احترام شوه، انانه و کلتور مردم احترام شوه، جا داده شوه، تمام مردم در قدرت سیاسی، در ساختار حکومتی، در ادارات دولتی بدون تعصب و تعویض، بدون بعضی که فکر کنن که از کدام سمت و کدام زبان و کدام قوم است، از نخبه های افغانستان جذب شوه در سیستم اداره افغانستان، اینجاست که مردم افغانستان دل میگیره و وقتی میبیند کسایی که در داخل از برزی سولت است، مردمایی که بیرون است خود به خود علاقمند میشن. زیات مننه کوم شاغله نستر احمد شیرزی، ستاسو څخه هم درنولی دن کو، ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم. دا ودنن شپیدنن خبره.